آقای تومانی، مصاحبه از شما منتشر شده با وایس آف امریکا، اما به نظر میرسه که او رو دستکاری کردن و بعد منتشر کردن. به من بفرمایید قضیه از چه قرار بوده؟ خب آقای میبودی، اولا بذارید من یکم دقیق‌تر خدمتتون بگم. اولا من مصاحبه در اصل با من نشده. اون فیلمی که از به اصطلاح از من در سایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران پخش شده، یک فیلمی است که در آشپزخونه منزل خود من در رابطه با یک اتفاقی که حالا من شرحش رو خدمتتون خواهم گفت بدون اجازه من برداشته شده و بعدم با ادیت کردن و دست بردن در این فیلم اون رو منتشر کردن و بعدم هم حالا خواهیم گفت در ادامه که به چه منظور. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرا از اینجا شروع شد که حدود 3 ماه پیش در فیسبوک صفحه آقای مسعود سفیری با من تماس گرفتن و برای من یه پیام گذاشتن. پیامش هم مضمونش این بود: آقای اعتمادی، ما قصد داریم یک برنامه جدیدی رو در صدای آمریکا پخش کنیم، بسازیم، و از اونجا که شما جز فعالان رسانه‌ای هستید و هم فعال سیاسی هستید، میخواییم در این مورد با شما صحبت کنیم، به این خاطر که میخواییم بپرسیم که نظر شما در رابطه با رسانه‌های بین المللی فارسی زبان در خارج از کشور چیه و اینا چه کار باید بکنن، وظیفه‌شون در رابطه با ایران چیست. خب من خیلی خوشحال شدم، یعنی موضوع جذاب و جالبی بود و منم بلا فاصله با اینکه ایشون رو فقط من یکی دو بار برنامه‌شون رو دیده بودم، ولی خب بلا فاصله شناختم آقای سفیری هستن و عکسشون هم که خب تو اون پروفایلشون صفحه فیسبوکیشون بود، بهشون نوشتم که با کمال میل در خدمتتونم. جمله بعدیشون این بود که خب تهیه کننده برنامه از طریق اسکایپ صدای آمریکا با شما تماس خواهند گرفت. بسیار خب، بعد از 1-2 ساعت در اسکایپ از طریق صفحه صدای آمریکا با لگو صدای آمریکا بخش فارسی با من تماس گرفته شد و منم به اصطلاح جواب دادم، گفتگومون شروع شد و از اون طرف صدای یک جوان روزنامه‌نگاری بود که به نام آقای هومنی که سلام آقای اعتمادی، خوشحالم باهاتون تماس میگیرم، حتما آقای سفیری با شما در مورد این برنامه صحبت‌های مقدماتی رو کردن و بعد هم این که حالا من میخوام با شما یکم گفتگو کنم که بگم که چه سوالاتی رو ما میخواییم با شما در میون بگذاریم، اگرچه خب حالا شما دل بده هم شاید بتونین جواب بدید، ولی من چون تهیه کننده هستم میخوام جزئیات بیشتر رو بدونم و ببینیم که در چه محدوده زمانی میتونیم این بحثایی که شما میکنید رو ازش استفاده کنیم. گفتم اشکالی نداره. بعدم به من گفت اگه ممکنه خواهش میکنم دوربینتونم باز کنید که من کیفیت تصویر شما رو هم ببینم، چون روز دوشنبه میخواییم صحبت کنیم. خب من با لباس خونه و توی آشپزخونه منزلم نشستم، کامپیوترم هم روی میز آشپزخونه جلومه، اون رو روشن کردم و شروع کردیم. البته من ازش پرسیدم شما چرا دوربینتون رو باز نمی‌کنید من شما رو ببینم؟ گفتن که متاسفانه این کامپیوتر من نیست، مال یکی از همکارانمونه، دوربینش خرابه، من دفعه بعد حتما به هر حال دوربینم باز می‌کنم که شما منو ببینید. گفتم خب بفرمایید شما موضوع بحث چیه، ما چیکار می‌خوایم بکنیم روز دوشنبه آینده که شما میخواید ضبط کنید؟ گفتن ما میخواییم نظر شما رو راجع به رسانه‌های بین‌المللی بپرسیم، بین‌المللی فارسی زبان، به خصوص راجع به بی بی سی، صدای آمریکا و من و تو. خب این آقا شروع کرد از بی بی سی، من نظر خودم رو گفتم، انتقاداتی که به این تلویزیون داشتم رو گفتم، راجع به صدای آمریکا پرسید، مجددا نظرات انتقادی خودم رو و مخالفت با سیاست‌های این تلویزیون گفتم. نوبت رسید به من و تو، یک کمی بحثمون خودمونی تر شد. یعنی ایشون بلافاصله گفتش که آقای اعتمادی واقعا بهتون تبریک میگم، شما پسر نازنینی دارید، رها اعتمادی خیلی دوستداران زیادی داره. یک کم همینطوری صحبت کرد، خب این سمپاتی ایجاد کرد در من و از قبل هم ازش پرسیدم چند سالته، گفته بود 33 ساله و حتی اشاره کرد که من برای من و تو روزنامه فرستاده بودم استخدام بشم ولی منو رد کردم، خیلی دلم می‌خواست من و تو کار کنن. که بعد من در همون لحظه تو این فکر بودم که اگر شد من بعدا ایشون رو معرفی کنم، مثلا به دوستانمون در من و تو، به آقای کیوان عباسی بگم آقا یه روزنامه نگار خوبم هست از صدای آمریکا، دوست داره بیاد با شما کار کنه. به هر حال قضایا ادامه پیدا کرد و ایشون صحبت‌های منو در طول شاید 1 ساعت، 1 ساعت هم بیشتر
در رابطه با بی بی سی صدای آمریکا من و تو ضبط کرد. حالا بدونی که من بدونم فیلم رو ضبط کرده، صدا رو ضبط کرده و بعد ازش یک ویدیوی 7 دقیقه‌ای در آورده. این ویدیوی 7 دقیقه‌ای هم هفته گذشته در سایت خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه پاسداران و سازمان امنیت حکومت اسلامی ایرانه منتشر شد و به شدت هم در تمام به اصطلاح مراکز ارتباط جمعی اینترنتی به خصوص اسکایپ، معذرت میخوام، فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب و همه اینجا اینو پخش کردن و از جمله یکی از برنامه‌های خبری صدای جمهوری اسلامی ایران هم این رو پخش کرد. حالا نکات دیگری هست، گفتم شاید من همینجا متوقف کنم صحبتم، اگه سوالی هست بفرمایید که ادامه بدید. ممنونم. بنابراین شما بیان که طرف مقابل رو ببینید بهش گفتگو کردید و گفتگو شما بیش از 1 ساعت هم به درازا کشیده نیست؟ بله کاملا، یعنی من یه بحث مفصلی راجع به تمام اشکالاتی که تو بی بی سی وجود داره. خب منم مثل شما همه اینها رو میشناسیم، یعنی کارکنان این رسانه ها رو، در مورد مواضع سیاسی این کارکنانشون، سیاست های کلی بی بی سی، سیاست های به صدای آمریکا در دوره آقای اوباما، همه اینا رو به عنوان انتقاد میگفتم و بعدم بهش گفتم که امیدوارم شما سانسور نکنید این چیزا رو که روز دوشنبه قراره ما با هم صحبت کنیم. یعنی این مطالبی که اینا از من ضبط کردن در آشپزخونه خونه من در یک گفتگو خودمانی که من به یک خبرنگار یا تهیه کننده برنامه صدای امریکا اطمینان کردم و دارم باهاش صحبت میکنم که او بیشتر با نظرات من آشنا بشه و بدون چه سوالاتی رو بعداً مثلا روز دوشنبه قرار از من انجام بدم. فکر میکنم که آقای اعتمادی بیشتر هدف من و تو بوده نیست؟ یعنی میخواستم به شکل نقاری شکاف ایجاد کنن بین شما و این تلویزیون، فرزند شما که در اونجا سراها راهای عزیز باقلاده است، منم خیلی دوستش دارم و بیشتر هدفشون اون بوده. ببینید البته من بذارید نکات باز اضافه کنم که درسته، کاملا نظر شما درسته، چون تا به حال اون چیزی که من راجع به بی بی سی و صدای آمریکا گفتم پخش نکردم. ببینید آقای میبودی، جالبه که ایشون در طی تمام این موضوع مال 3 ماه پیشه، در طی تمام این 3 ماه گذشته به طور منظم ایشون توی فیسبوک آنلاین بوده و لگو صدای آمریکا هم در اسکایپ همین الان وجود داره. من عکساشو فرستادم که در خدمت شما الان دست جناب مهندس امیر هستش که میتونن نشون بدن. که اجازه بدین توضیحم بدم. ببینید وقتی که روز اول من این نکاتی است که آقای میبودی برای شما هم مهمه، برای کسانی که در کارهای رسانه‌ای هستن و کارهای فعالیت سیاسی میکنن مهمه. ببینید روز اول وقتی که این صفحه که به نام آقای مسعود سفیری هست وقتی به من پیام داد، من به طور عادت برگشتم گفتم خب من آقای سفیری رو یکی دو بار برنامه‌اش رو دیدم، نپسندیدم، چون ایشون وارد مسائل سیاسی جدی نمیشن تو برنامه‌هاشون. منم یه فعال سیاسی هم، طبیعتاً سلیقه‌ام برای دیدن برنامه‌های تلویزیونی سلیقه فرد سیاسی است. مراجعه کردم به صفحه فیسبوکیش جناب میبودی، دیدم که اکثر دوستان من که در فیسبوک هستن، که شخصیت‌های سیاسی مشهور، تمام روزنامه‌نگاران، تمام فعالان سیاسی توی صفحه آقای این توی صفحه آقای سفیری عضو هستند. و بعد دیدم که صفحه فیسبوک آقای سفیری به روزه، یعنی اینه که تمام برنامه‌هاشون، خبرایی که در رابطه با مسائل ایران صدای آمریکا پخش می‌کنه، تو صفحه ایشان به روز منتشر شده. خب قطعاً یک چنین شکل و شمایلی از یک صفحه به نام یک کارمند صدای آمریکا خب اطمینان کامل جلب می‌کنه که خب این همونه دیگه. بعدم می‌بینید با لگوی صدای آمریکا تو اسکایپ با شما تماس می‌گیرن. اما چند تا اتفاق جالب افتاده. اون اتفاق جالب چیه؟ وقتی که بعد از گذشت 7-8-10 روز من متوجه شدم که این قضیه ممکنه که بودار باشه، مراجعه کردم در فیسبوک، اسم آقای سفیری رو سرچ کردم، دیدم 4 تا صفحه مشابه هم که الان عکسش هم من فرستادم براتون در فیسبوک به نام آقای سفیری هست، هر 4 تاش با یه عکس مشترک، هر 4 تاش به روزه، هر 4 تاش تمام آدمای سیاسی و رسانه‌ای که شما میشناسید و بنده میشناسم و بقیه هموطنانمون تو این 4 تا صفحه وجود دارن.
نکته بعد اینه که وقتی من متوجه این مسئله شدم و تردید کردم، اومدم اون سه صفحه دیگری که با من تماسی از قبل گرفته نشده بود از طریق اونها، برای اون سه تا صفحه پیام گذاشتم، نوشتم آقای سفیری قرار مصاحبه ما چه شد. بعد از گذشت یکی دو روز در یکی از اون صفحات، حالا کسی که آقای سفیری هست به من جواب داد، آقای اعتمادی من اصلا با شما قراری نگذاشتم، اصلا واقعیتش اینه که من افتخار آشنایی با شما رو هم ندارم. خب بنابراین من با اعتماد با این حرفی که حالا این بار حالا آقای سفیری دیگری شاید داره به من میزنه، براشون نوشتم پس آقای سفیری شما 4 صفحه دارید در فیسبوک، هر 4 شکل همه، هر 4 به روزه، یکی از اینا با من تماس گرفته، با من قرار گذاشته و بعد با لگوی صدای آمریکا با من تماس گرفت، با من گفتگو کرد، گپ زدیم و الان شما میگید که اصلا شما اطلاع ندارید، بنابراین شما وظیفه دارید اینو اطلاع رسانی کنید. ایشون در جواب من نوشت کاملا حق با شماست، من از شما عذرخواهی میکنم و به زودی ما از طریق صدای امریکا اطلاع این قضیه رو توضیح میدیم. آقای مهبودی 3 از اون از این ماجرا گذشته، 3 اندی، نه صدای امریکا و نه آقای سفیری کوچکترین خبری راجع به این قضیه ندادن. تا جایی که برنامه‌ای که به نام صدای امریکا با من و ارتباط برقرار کرده سر از سایت خبری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آورده. یعنی کوچکترین مسئولیتی رو نه صدای امریکا نه آقای سفیری در این رابطه قبول نکردن، در صورتی که شما الان نمیدونم گذاشتن رو صفحه تلویزیون که این دوتا عکس ها رو که ببینن آقای سفیری 4 صفحه شون رو هنوز دارن نبستن. نکته جالب بعدی اینه که حدود 1 پیش وقتی که این ویدیو پخش شد، اون وقت اون 2 صفحه که به نام آقای سفیری با من تماس داشتن، یکیشون منو دعوت که بکرده به مصاحبه، دیگری گفته که من اصلا افتخار آشنایی با شما رو ندارم و من چنین پیغامی به شما ندادم، هر دو منو بلاک کردن. یعنی من نمیتونم دیگه برم تو صفحشون. حالا دلیلش چیه؟ به نظر من دلیلش اینه که من با هر دو اینا چت کردم و اون چیزی رو که نوشتم و اونها به من جواب دادن در اونجا وجود داره. من بخش اون به اصطلاح قسمت‌های آخر رو به طور تصادفی، حداقل اون قسمتی رو که کسی که به نام آقای سفیری به من میگه که من با شما تماس نگرفتم و افتخار آشنایی رو ندارم، ولی در مورد اینکه این اتفاق افتاده من از طریق صدای آمریکا اقدام میکنم و من کپی گرفتم و دارم. یعنی آقای سفیری قول داده بود 3 چند روز پیش که این قضیه رو از طریق صدای آمریکا مطرح کنه. خب شکایت نکردید به مدیران صدای آمریکا؟ من به صدای آمریکا تلفن صدای آمریکا تلفن کردم، تلفن پیامگیر بود، پیام گذاشتم به تلفنی که آقای سفیری تو صفحه خودشون دادن، اونجا هم تلفن کردن. خب به خانم ستاره درخشش تماس میگرفتی؟ شما که میدونید این دوستان به این سادگی که جواب نمیدن، پیامگیر دارن و من ببینید آقای میبودی، من یادم علنی هم همه جا هستم، مصاحبه میکنم، تو صفحه فیسبوک فعالیت میکنم، فیسبوک من جزء صفحاتی است که مراجعه کنندگان بسیار زیادی داره، مرتب همه میبینن. یعنی چیزی نیستش که پنهان باشه. من سر همین مثلا یه نامه سرگشاده نوشتم و تمام این جزئیات رو درش منعکس کردم و اینو منتشر کردم در سایت‌های مختلف، از جمله سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، سایت ایران گلوبال منتشر شده. چطور ممکنه که صدای آمریکا و آقای سفیری متوجه این قضیه نشده باشن؟ ضمن اینکه از قبل حداقل یکی از اون صفحات آقای سفیری خودش به من گفته که من به شما قول میدم صدای آمریکا این مسئله رو هر چه زودتر اعلام خواهد کرد. خب حالا آقای 3 پیش اعتمادی عزیز به من بفرمایید که درباره بی بی سی چی گفتید به همین در این مصاحبه، خودتون چی گفتید؟ ببینید خب من حرف زیاد زدم. حالا مضمون کلی اون چی که من در رابطه با بی بی سی گفتم که خب بی بی سی از لحاظ تاریخی یک رسانه بدنام و بی اعتبار در جامعه ایرانی، حالا این یا به حق یا به ناحق، اما با توجه به حضور کارمندانی که با پیشینه و سوابق سیاسی مشخصی در اونجا کار میکنن، طبیعی است که این به اصطلاح این صدا و این به اصطلاح تلویزیون، حالا سایتش، هر چیز، همه اینها به نوعی در جهت مماشات با حکومت اسلامی ایران در طی تمام این سالها بودن. اونها بیشتر جانب اصلاح طلبان رو میگرفتن و به خاطر همین موضوع بسیاری از ایرانیانی که مخالف رژیم ایران هستن
به این مرکز خبری اعتماد ندارن. این مضمون کلیش در مورد وایس آف امریکا. در مورد وایس آف امریکا هم گفتم متاسفانه در طول به اصطلاح سالایی که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور این کشور بود، عرض کنم که سیاست های این صدا و این به اصطلاح تلویزیون هم خوب نبود. بسیار، یعنی تقریبا یه لیست سیاهی اینا داشتن که از مخالفین حکومت اسلامی رو اجازه نمیدادن که از این رسانه استفاده بکنه و بیشتر کسانی که در مورد صحبت میکردن در چارچوب مواضع اصلاح طلبان حکومتی بودند و طبیعتاً یک چنین رسانه‌ای هم نمیتونه در بین ایرانیان صاحب اعتبار خاصی باشه. من و تو؟ در مورد من و تو گفتم که خب تلویزیون من و تو بر اساس فرم برنامه‌ای که داره مورد توجه و علاقه مندی و استقبال میلیون‌ها ایرانی قرار گرفته. این تلویزیون بسیار محبوبه و ممکنم از بعضی از برنامه‌هاش هم نپسندن، ولی در مجموع به نظر من تلویزیون من و تو کارنامه قبولی داره در نزد مردم ایران و به اصطلاح مورد توجه است. اما من نمیدونم شما اون ویدیو 7 دقیقه ای من رو دیدید یا نه آقای میبودی. نه متاسفانه، ولی چون فرمودید که حرفای شما رو قلب کردن یا دستکاری کردن، خب همین سالا رو از شما کرده، الان همه شنیدن که در واقع آقای میبودی شونه بفرم ازتون عذر میخوام، ولی چند تا نکته است که باید من بگم. ببینید در این ویدیو که کلن 7 دقیقه فقط راجع به من و توه، بعد با یه سبک خاصی این ویدیو رو اینا درست کردن، یه سری موزیکای به اصطلاح هیجان انگیز فرم آلفرد هیچکاکی فیلمای وحشتناک، جملاتی که من چند تا از جملاتی که من میگم رو این موزیک رو زیرش میگذارن تا بعد به چه نتیجه برسن. به این نتیجه برسن که تلویزیون من و تو بودجش رو سازمان پنتاگون امریکا میپردازه. خب در صورتی که خب این حرف من نمیتونه باشه، اما بعضی از جملات حرف منه، یعنی صدای منه، تصویر منه و بعضی از اون جملات حرف منه. مثلا چه جملاتی؟ من گفتم که وقتی رها برای ادامه تحصیل از سوئد به امریکا رفت، من او رو به جوانترین دوستم که در لس آنجلس بود، کیوان عباسی، معرفی کردم، چون اونجا کسی رو نمیشناخت و بعد با کیوان آشنا شد و بعد کیوان بعد از آشنایش با رها با من تماس گرفت، گفت رها به نظرم جوان با استعدادیه و من میتونم باشه تلویزیون اینترنتی درست کنم. و بعد اینا رفتن تلویزیون اینترنتی من ببین تیوی رو درست کردن و این تلویزیون 2-3 سال کار کرد، بسیار مورد توجه قرار گرفت، اسپانسرهای امریکایی داشت و خود این تلویزیون بعداً تونست به خاطر این موفقیت که به دست بیاره و با توجه به اینکه کیوان میدونست که در آمریکا چطوری میتونه اسپانسرهای بهتری گیر بیاره برای تلویزیون ماهواره‌ای، رفت این کارو کرد و تونستن اسپانسرهای امریکایی ثروتمندی رو پیدا کنن که از طریق پرداخت مالیاتاشون به یک چنین فعالیت‌هایی این تلویزیون در لندن راه بیفته. خب از من میپرسید، ولی میگن که این تلویزیون، بعضی میگن شایعه هست که مال آقای رفسنجانیه، که من گفتم خب این حرف بی ربطیه. این تلویزیون رو یک نفر نمیتونه بودجهشو تامین بکنه، این تلویزیون رو شرکت‌های بزرگی هستن که مالیاتاشون رو در یک چنین مواردی میتونن کمک بکنن و این به اعتبار اون بودجه این کارو کرد. بعد دوباره مثلا میپرسید که ولی میگن که این تلویزیون سرگرم کننده است. من میگم اینطوری سرگرم کننده نیست. این تلویزیون درسته که برنامه‌ای سرگرم کننده داره، ولی برنامه‌ای سیاسی جدی هم داره. از من میپرسه که خب هدفش چیه؟ خب میگم طبیعتاً هدفش این هستش که بتونه افکار عمومی مردم ایران رو متوجه وضعیت نوع زندگی خودشون با زندگی دیگران بکنه. خود این به یک معنا انتشار آگاهیه، متوجه کردن ذهن بینندگان خودشه در رابطه با زندگی که خودش میکنه و زندگی که مردمان دیگر در جای دیگر دنیا میکنن. حالا در این بین من حرفای زیادی رو زدم، ایشون یه جمله رو در آخر در آورده. آقای اعتمادی، اصلا کاری میکنی؟ شما اون نسخه بله. رو دارید بفرستید که هموطنان ارجمند بدونن که با چه ترفندهایی سعی میکنن چهرهای موجه در میان نیروهای مخالف رو یا مخروش بکنن یا مناسبات اونها رو با حتی با نزدیکان خودش به هم بزنن. واقعا همینه دیگه. من بارها دیدم از این کارا زیاد کردن آقای میبودی، خود در خود شبکه در فیسبوک هموطنان ارجمند ما در جریان هستن. من سالها غایب شدم، ولی به جای من چندین سایت اینا درست کردن و گذاشتن به اسم من، به اسم من فوش میدادن به دیگران، به اسم من مقاله می نوشتن، به اسم من شعر نوشتن، شعرهای خیلی صد پایین نازل.
چیکار میشه کرد دیگه؟ یعنی میخوام بگم که این اتفاقات داره در دنیای مجازی میگذره و ما باید خیلی به هوش باشیم، چون واقعا ممکنه که پیامدهاش خیلی دردناک باشه برای عده‌ای، برای گروهی. موافقید اینو پخش کنی؟ 100% آره. اینو برای آقای شهرتی بفرستید، ما از بازارچه آگهی عبور میکنیم، بعد به هم گوش میکنیم. الان پخش کنیم؟ الان نه وقت داریم. الان امروز من با شما خواهم بود، بعد که از بازارچه آگهی ها گذاشتیم لطف کنید تو اون فاصله بفرستید که ما بتونیم اون رو پخش بکنیم. همینان با آقای حسن اعتمادی عزیز هستیم. اجازه بدید که چون ایشون در اروپا زندگی میکنن بپرسم نسبت به سرنوشت اروپا این وضعیتی که پدید آمده، به ویژه وارفتن اتحادیه اروپا و اینکه بالاخره اروپا دیروز تصمیم گرفت که اصلا ارتش واحد خودش رو داشته باشه، نگران از اینکه ایالات متحده آمریکا دیگه همانند سابق از این اتحادیه پشتیبانی نکن. آیه اعتماد نظرتون چیه؟ ببینید آقای میبودی، اشاره که شما به مسئله وضعیت فرانسه کردید، خب این یک واقعیتیه، به خصوص کشور فرانسه به خاطر اینکه در بین سایر کشور اروپایی به اصطلاح جمعیت بیشتری از مسلمانان دنیا در اونجا زندگی میکنن، در نتیجه مشکلاتی که در رابطه با مسئله پناهندگی و مهاجرتایی که پیش اومده، گریبان دولت‌های این کشور رو شاید بیشتر از سایر کشورها گرفته. خب متاسفانه وضعیت اقتصادی فرانسه هم زیاد وضعیت به اصطلاح بسامانی نیست و به همین خاطر که الان ما میبینیم احزاب دست راستی در اروپا، به ویژه مثلا در به طور نمونه در فرانسه، از موقعیت بهتری از نظر خودشون، یعنی رأی بیشتر رو میتونن با خودشون همراه بکنن و افکار عمومی رو بیشتر میتونن متوجه خودشون بکنن و این نشون دهنده یک گردش به راست هست که در اروپا داره شکل میگیره. خوبه که بدونید مثلا در کشوری مانند سوئد که من زندگی میکنم، به دلیل ویژگی هایی که این کشور داره، به خاطر جمعیت کمش، ثروت نسبتا زیادی که نسبت به جمعیت خودش داره، تولیدات و صنایعی رو که داره و در بازارهای جهانی به هر حال میتونه رقابت های خیلی تنگاتنگی داشته باشه برای به هر حال درآمد بیشتر و در نتیجه رفاه نسبی بیشتر برای مردمان این کشور. الان هم همونطور که میدونید دولت بر سر کار دولت سوسیال دموکرات ها در سوئد هستن، اما مسئله مهاجرت و پناهندگی در طی این دو سه سال اخیر به خصوص، خب مشکلاتی هم برای کشور سوئد که با این وضعیت که خدمتتون عرض کردم پیش آورده و به همین خاطر در مجلس کشور سوئد هم در حضور دولت سوسیال دموکرات ها که همیشه طرفدار حقوق بشر و مسئله پناهندگان و مهاجرین و اینا هستن، حتی اونجا قوانینی وضع شده که نسبت به مهاجرت و به خصوص نسبت به قوانین پناهندگی سختگیری های بیشتر رو دارن انجام میدن. دلیلش هم اینه که به طور ویژه در طی به اصطلاح یکی دو سال گذشته در این سیل پناهندگان و مهاجرینی که از کشورهای خاورمیانه و افریقایی اینا به سوی کشورهای اروپایی رو آوردن، در سوئد هم یک جمعیت بسیار بسیار وسیع از این پناهندگان وارد شدن و تا جایی که اینا غافلگیر شدن، ولی به هر حال در طی 6 7 ماه حدود دو سال پیش 6 7 ماه اول اینا رو سکنا دادن، پناهنده ها رو در جاهای مختلف، ولی بعداً متوجه شدن بر اساس اطلاعاتی که میتونستن به دست بیارن که در بین این پناهندگان و مهاجرین عناصر ناباب هم کم وجود نداره و اینها اومدن و در به اصطلاح در همین کشورهای اروپایی میتونن بعداً به لانه های به اصطلاح خطرناکی تبدیل بشن هر کدوم از اینا یا هر گروه از اینا. در نتیجه الان تصمیمات خیلی جدی گرفته شده، از جمله اینی که خب میدونید که عده‌ای از پناهندگانی که به اینجا اومدن به سوئد و کشورهای اروپایی اومدن، گفتن ما کودک هستیم، سنشون رو پایین 18 سال گفتن و اینا الان اومدن با سیستم های پزشکی دارن همه این پناهندگان رو معاینه میکنن ببینن آیا سنایی که گفتن درسته، چون برای در مورد پناهنده شدن کودکان قوانین ویژه وجود داره، ولی اگر اینا دروغ گفته باشن طبیعتا تصمیم به بازگشت اونها خواهند گرفت به کشورهایی که اومدن و در این بین هم باز اینها رو از خانه ها و محل های سکونتی که در شهرهای دور و نزدیک داشتن در سطح کشور سوئد همه رو جمع کردن در این مدت 7-8-10 ماه اخیر، اینها رو به کمپ های دوردست در مناطق شمال سوئد که خلوتتره و امتره به یک لحاظ و قابل کنترل تره اعزام کردن
در نتیجه میخواستم اینو خدمتتون بگم که نه تنها در فرانسه که با مشکلات اقتصادی روبروست و احزاب دست راستی از جمله خانم لوپن موفقیت‌های زیادی رو تونسته به دست بیاره، اگرچه هنوز نتیجه نهایی این انتخابات مشخص نیست، ولی در کشور مرفعی مانند سوئد هم این نگرانی برای سیاستمداران به طور جدی پیش اومده و وجود داره و دارن عکس‌العمل نشون میدن. خب عمیانه و تمام همه این مسائل برمیگرده به مجموعه تنش‌ها و بحران‌های بزرگ در منطقه خاورمیانه، بحران‌های کلان. من ظرف دیروز تا به امروز شاید ده‌ها بار این لفظ رو شنیدم که ایران در رأس همه کشورهای ترورپرور جهان، یعنی ایران رو به عنوان شماره یک در قلمروی ترور تلقی میکنن و دیگه این رو دروازه هم در کاخ سفید کنار گذاشته شد. روز گذشته جلسه ای بود، اجلاسی بود که جمعی از افراد کابینه آقای ترامپ حضور داشتن، یعنی چهره‌های کلیدی و از ترور اسلامی سخن بگیرم. پیش از این کاخ سفید انکار میکرد این موضوع رو و اغلب هم وزارت خارجه هم کاخ سفید حتی پنتاگون سعی میکردن از این لفظ اصلا استفاده نکنن، تو در رسانه هم مذموم بود استفاده از واژه ترور اسلامی. اما حالا رو در وسیل کنار گذاشتم، میگن آقا یه گروهی هستن خانشی دارن قرائتی از اسلام داره که قرائت افراطیه و اینها معتقد به حذف فیزیکی هستن، ما معتقد به عملیات تروریستی و تخریبی، این که نمیشه انکار کرد. و از دیروز تا به حال دائما داره تاکید میشه که ایران شماره یکه. در ایران هم جنایی وجود داره که علاقه داره که نوعی بحران مسلح در مملکت ما ایجاد بکنه، همین نزدیک شدن به یک ناو آمریکایی توسط این شناورهای سری و سیر سپاه پاسداران، این یکی. بعد پرتاب موشک بالستیک هست در تنگه هرمز که گزارش رو از دیروز آمریکایی‌ها به طور گسترده‌ای منتشر کردن و بعد توقیف 1,600,000,000 دلار در لوکسامبورگ، پولای ایران، مصادره پولی که متعلق به بانک مرکزی است. آقای اعتمادی نگران وقوع یک درگیری مسلحانه نیستید بر سر ایران؟ حقیقتش اینه که خب یه سری خبر و شواهدی که وجود داره، از جمله میدونید توصیه‌ای که از طرف اسرائیل و برخی از مقامات آمریکایی شد به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینکه بتونن یک ناتو عربی درست بکنن و این قضیه به نظر من از قبل تدارک دیده شده، یعنی تمام این کشورهای مانند قطر، کویت، عربستان، اینها مقدار زیادی در طی یکی دو سال اخیر سلاح‌های پیشرفته خریدن و از لحاظ نظامی بسیار خودشون رو تقویت کردن. متاسفانه سیاست‌های حکومت اسلامی ایران هم اینها رو وادار کرد در یک چنین قالبی و در یک چنین به اصطلاح پوز دفاعی قرار بگیرن. تمام شواهد، تمام اجلاس‌های مختلفی که در طی همین یک ماه اخیر، چه اون اجلاس کشورهایی که در ایران در تهران برگزار شد که آقای خامنه‌ای و روحانی و تمام رؤسای قوه قضایی و قانونگذاری اینا همه در شرکت کردن که بخشی از کشورها رو جمع کردن که در دفاع از انتفاضه فلسطین اونها رو به اصطلاح متحد بکنن. از طرف دیگر اجلاسی که در وین برگزار شد در رابطه با مسئله امنیت ایران، مطالبی که اونجا از سوی کشورهای به طور مشخص عربستان، مصر، اسرائیل انجام گرفت، اینا نشون دهنده اینه که از ایران وحشت دارن و سیاست‌های ایران و تحریکاتی که ایران به خصوص سپاه پاسداران انجام میده با آزمایش‌های موشکی و چیزهایی از این دست، خب معلوم نگرانی‌های شدیدی رو در عمق جامعه، تمام جوامع خاورمیانه و حتی در اروپا شما این ترس و نگرانی رو حس میکنید، به وجود اومده. من با شما کاملا هم عقیده‌ام، یعنی وقتی شما با تعدادی از این سوئدیایی که سنین بالا هستند و بازنشستند باهاشون صحبت میکنید، میگید راجع به شرایط کنونی چی فکر میکنید، خب اینا روزنامه رو میخونن، اخبار رو میبینن، همشون ابراز نگرانی میکنن. حالا ممکنه یه سری از جوانها نه مشغول کار و زندگی خودشونن، ولی آدمای مسنتر، آدمایی که دوراندیشترن، اینها نگرانن واقعا راجع به مسئله امنیت اروپا نگرانن. خاورمیانه که دیگه میدان جنگ علنن، یعنی اونجا که دیگه شبانه روز همینطور جنگ در حال اجراست، ولی اینجا مثلا در همین سوئدی که آقای میبودی آرام ترین کشور دنیا بود، یهو تو تلویزیون خبر میرسه که امروز مثلا در منطقه هالونبریان در یکی از این کمونای استکهلم
تیراندازی شد، دو نفر به قتل رسیدن. در بعضی از این مناطقی که خارجی نشین هستند، در اونجا اگر جرائمی صورت میگیره پلیس استکهلم جرأت نمیکنه بره اونجا، چون در همین یکی دو ماه اخیر اهالی محل که همه از همین جوانای به اصطلاح مهاجر بودن، حالا اینکه چرا مخالفن، چرا به اصطلاح واکنشای تند به این شکل نشون میدن یه بحث دیگه است، به پلیسا حمله کردن و پلیس میگه که من الان دیگه قادر نیستم تو برخی از این مناطق خارجی نشین، اگر اونجا جرمی واقع بشه ما بتونیم بریم مثلا جلوشو بگیریم. و به همین خاطر الان در مجلس سوئد، پارلمان سوئد، این بحث مطرحه که نخست وزیر سوسیال دموکرات میگه ما برای حفظ امنیت باید بودجه بیشتری رو در نظر بگیریم و برای به اصطلاح بازگردوندن امنیتی که در سوئد بود باید تلاش بیشتری بکنیم. یعنی همه جا صحبت از ناامنیه، صحبت از نگرانی. تشکر میکنم همینانم. و منشأ همه این ناامنی ها خاورمیانه است و متاسفانه حالا دیگه همه انگشت اشارهشون به سمت میهن و مملکت ماست، همه انگشتشون. از بازداشت آقای عبور میکنیم. حتما اون فیلمی رو که توسط در ایران تهیه شده از مصاحبه با آقای اعتمادی رو پخش میکنیم، بدونید چه خبره، بعد خطا رو باز میکنیم، شما میتونید با ایشون صحبت بکنید. خواهش میکنم حرفاتون رو فرموله کنید، کوتاه و مفید و مختصر. این نکته هم گفتنی است که روز گذشته یه جوان 35 ساله‌ای دستگیر شد با سه فرزند و همسر از سوریه آمده، عضو جبهه النصره، پناهجو، پذیرفتنش ماهی 2400 یورو هم از بودجه از صندوق دولت پول می‌گرفته، معلوم شده به تنهایی 36 نفر رو کشته. و چی کشیدیم ما در این دوره؟ من یادم این پنهان و پیدا، چی؟ نیمه پنهان، روزنامه کیهان مطالب منتشر میگه در مورد شخصی. یک هفته رو به من اختصاص، از دوشنبه تا پنجشنبه، یعنی پنج روز یک صفحه کامل گانگستر، زنباره، خوشگذران، قمارباز، دیگه چی بود؟ معتاد، دیگه خدایا، دزد، هر چی که ده، هر صفتی که دلتو بخواد به ما داده بودن دیگه. و این نشون میده که این جز طبیعت و ذات به اصطلاح این نظامی است که در برخورد با مخالفانش یا به پرونده سازی رو میاری یا به حصر فیزیکی اونها. معمولا اینجور نه. نگاه میکنیم برمیگردیم همگردن. بودجه تلویزیون مناطق بودجه دولتیه، مال پنتاگونه. در کنار بچه اتاق خبر هستیم، اما نه در اتاق خبر. و یه شخصی که تا به حال ندیدینش، سردبیر اتاق خبره و چهره شما خیلی برماشت نزده. بله، چهره شما ما اجناس حدود 26 ساله که داره 27 سال میشه کم 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 بله شما را از پیش از افتتاح مناطق من در استخدام مناطق بودم، یعنی برای دوره تدارک راه اندازی تلویزیون من استخدام بودم. و همونطور که هم گفتم تعداد زیادی از کسایی که الان تو مناطق کار میکنم به خصوص نسل اولیاشون رو من همشون رو مسابقه کردم و استخدام کردم. اما بعدا بنا به دلایل گوناگون من از مناطق بیرون اومدم. روزای اول اصلا تصمیم نداشتم که با این کار کنم، با این شبکه. وقتی اولین بار کیوان و ناصر رها با من تماس گرفتن که آقا ما اسپانسوری پیدا کردیم که تلویزیون من و ببین تیوی رو که تلویزیون اینترنتی بود و گسترش بدیم بعدم گفتن که میخواییم به چه تلویزیونی تبدیلش بکنیم و میزان بودجه که لازم داشتن، من با ناباوری گفتم که خب خیلی عجیبه، چون من حقیقتش نمیدونم بودجه تلویزیون وی او ای و بی بی سی چقدره، ولی
در حال حاضر من و تو 200 تا کارمند داره. این ساختمان جدید، استودیو جدید، یکی از بزرگترین استودیوهای رسانه‌ای است در خارج از کشور در لندن. حتی سالن‌هایی دارن برای فیلم برداری، فیلم‌های سینمایی از اینها کرایه می‌کنن و این سالن‌ها استفاده میشه. دکورایی که اونجا هست، یعنی شهر هست اصلا اونجا که میشه توش سریال و اینا درست کرد. و به طور قطع این بودجه رو فرد نمیتونه بپردازه، چون الان 6 ساله که مناطق داره کار میکنه. با یک چنین شکلی قدر مسلم اینه که نهادها یا ارگانهای وابسته به دولت این کار رو میکنه. اسپانسرها یا نمایندگان اسپانسرهای این تلویزیون نخستین بار در امریکا کیوان و رها رو ملاقات کردن. یه وقتی اومدن سراغ اینا برای صحبت و گفتگو، این گفتگو در آمریکا صورت گرفته و کسانی هم که پای این گفتگو بودن امریکایی بودن. اون اطلاعاتی که من به من داده شده و لااقل کیوان هم بسیار چیزه، یعنی بسیار ارتباط نزدیکی با من داره، چون اینا قبلا تلویزیونی در لس آنجلس داشتن، پدرشون فریباز عباسی به نام تلویزیون آزادی که آقای رضا پهلوی هم توش بود. اون موقع یه پروژه داشتیم به نام اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران و عرضم به حضورتون، من 1 سال از طرف اتحادیه مأموریت گرفتم که بیام تو اون تلویزیون آزادی تبلیغ. من اون 1 سال خب کیوان عباسی رو از نزدیک شناختم، چون کارهای اداری اون تلویزیون آزادی رو کیوان انجام داد و او هم منو شناخت. وقتی من از امریکا برمیگشتم سوئد، اون تلویزیونم بسته شد. همزمان با این مسئله رها برای ادامه تحصیل رفت امریکا. من رها رو معرفی کردم به کیوان که هم دیگر رو ببینن، به خاطر اینکه خب رها کسی رو در اون موقع نمیشناخت لس آنجلس. و این آشنایی باعث شد که کیوان به این نتیجه رسید که با رها میتونه تلویزیون را بیاندازه. اونا اومدن در امریکا اسپانسر پیدا کردن، چون کیوان این رها رو خوب بلده، به دلیلی که پدرش هم در گذشته تا یه حدی تو این زمین ها تجربیاتی داشت و اون باعث شد که اینها تجربه این کار رو به دست بیارن. و بعد کیوان تلاش کرد که بتونه اسپانسرهای قوی تری رو پیدا کنه برای راه اندازی تلویزیون. ارتباطات چم گفتم در امریکا بوده با عناصر امریکایی. این عناصری که اومدن اسپانسر شدن، اینا وابستگی های فکرشون چی میتونه باشه و این پول اصلش از کجا میتونه بیاد. بودجه تلویزیون من تو بودجه دولتیه، مال پنتاگونه، بودجه شخصی نمیتونه باشه، مال پنتاگونه. اینو کیوان عباسی باید بیاد بگه، رها باید بیاد بگه که آقا ما امکانات مالیمونو از این کشور یا از اون کشور بگیم. اونها هم بر اساس تعهدی که با اسپانسرهای خودشون دارن چنین حرفی رو نمیزنن. سیاست اسپانسرها سیاست درستی نبوده، به هر دلیلی نباید این رو پنهان نگه میداشتن. حالا شما نگاه کنید، تا چند وقت دیگه این سری دوم برنامه استیج شروع میشه، حالا پول این شو از کجا تامین شده؟ ببینید، اولا که وقتی من میگم اسپانسر به معنای این نیست که این اسپانسرها مثلا مراکز تجاری باشن، اگرچه الان 1-2 ساله یه مقدار چیز دارن، تبلیغات هم دارن برای مراکز تجاری مختلف، بیمارستان و شرکت های ساختمانی و توریسم و از این چیزا یه سری کالاها هم تبلیغ دارن، ولی درآمد این کالاها بودجه بناتو رو نمیتونه تامین بکنه. ولی یه نکته هم توجه داشته باشید که الان میزان برنامه های سیاسی مناتو داره روز به روز بیشتر میشه. بنابراین این نشان دهنده اینه که جریانی که برای این تلویزیون امکانات مالی درست میکنه هدف سیاسی دنبال میکنه، وگرنه قرار نیست که بیاد میلیون ها دلار در سال خرج بکنه که مردم ایران رو سرگرم بکنه. اصلا ارزشش رو نداره این کار اگه هدف سیاسی دنبالش نباشه.
هدف سیاسی چیه اونی که من تو انجام میده اونو باید دید، در جهت متزلزل کردن رژیمه، در جهت پسروندنشه، در جهت نابودیشه. هدف سیاسی چیه اونی که من تو انجام میده اونو باید دید، در جهت متزلزل کردن رژیمه، در جهت پسروندنشه، در جهت نابودیشه. خب کاملا مشهوده، یادم آشنا باشه با نحوه کار، متوجه میشه که سخنانی آدم رو اوراق کردن، از چیزی جدیدی ساختن. آیه اعتمادی جانم، من بله خواستم من چند تا نکترم بگم، چون ببینید اول این مصاحبه نبود، همطور که میبینید من تو آشپزخونه خونم نشستم با لباس توی خونه سرواز جولیده، دارم به اصطلاح با یه روزنامه نگار کارمند صدای آمریکا صحبت میکنم. ببینم بعد دوربین رو نمیدیدید؟ یعنی مخفیانه ضبط میکردن؟ بله بله، ایشون میتونست منو ضبط کنه دیگه. من الان اگه شما با اسکایپ با من صحبت بکنید، من میتونم بدون اطلاع شما هر چی که به شما صحبت میکنم و تصویر شما رو ضبط کنم و بعدا ببرم هر بلایی سر اون فیلم و اون صدا در بیارم و بعد بگم که من با آقای میبودی رفتم صحبت کنم، آقای میبودی اینا رو گفتن. صدای شما، کلمات هم مال شما، تصویر هم شمایید، ولی اون حرفایی که اونجا زده میشه حرف شما نیست. البته بخشی از اون حرفا 7-8-10 تا جمله بیشتر من از من نگذاشتن. مثلا من گفتم من رها رو به کیوان معرفی کردم، مثلا من گفتم که این تلویزیون بسیار بزرگه، مثل یه شهر میمونه، من پوز تلویزیون منو تو دادم چون 3 سال برایش زحمت کشیدم، جز کسانی بودم که از روز اول رفتم اونجا، زمانی که اون استودیو توش بنایی میشد من اونجا بودم تا روزی که تبدیل شد به یکی از پربیننده ترین رسانه های به اصطلاح فارسی زبان بین المللی. خب طبیعی است که من ازش تعریف میکنم. تنها جملاتی که اونجا از من مونتاژ کردن اینه که من در آخر سر میگم این تلویزیون میخواد که ایران رو، میخواد جمهوری اسلامی رو متزلزل کنه، به عقب برونه و بعد نابود کنه. این یه جمله است که بله جمله دیگه اینه که پول اینو پنتاگون میده. خب شما خیلی 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 به اصطلاح این حرف بی ربطیه. من عزیزترین موجود زندگیم رها اونجا داره کار میکنه، جز بچه‌ای بوده که با کیوان زحمت کشیدم یه تلویزیون اینترنتی رو با تعداد جوون مثل خودشون تبدیل کردن به یه تلویزیونی که امروز چشم و چراغ مردم ایرانه، دوستش دارن، حالا به هر ترتیب این تلویزیون رو دوست دارن. چطور ممکنه من بیام بگم که این تلویزیون پولش رو پنتاگون میده؟ از کی تا حالا پنتاگون تلویزیون را میاندازه؟ شما آقای میبودی خودتون میدونید اگر امریکا تلویزیون بده بود، یعنی دولت امریکا، خب میداد به شماهایی که تمام جوونیتونه تو این را گذاشتید به عنوان روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، کسایی که در عرصه مسائل سیاسی 40 سال داریم کوشش میکنید. بنابراین اینا چیزای بی ربطی بود، این جملات که اینا رو ادیت کردن گذاشتن کنار هم که بگن که حالا این تلویزیون مال آشنایی دارم با این روش، آشنایی دارم، خودم هم از قربانیانش بودم، میدونم واقعا یه سخنرانی رو اوراق میکنن همین الان بعد شروع میکنن به شیوه وصل پینه بعضی جملات، مثلا ممکن احتمالا یه جایی ایشون از پنتاگون استفاده کرده آوردن یا از یه مصاحبه دیگه حتی میارن میذارن. اینکه دائما هم وقتی ایشون صحبت میکنه تصویر میگذاشتن به همین علت بود، چون متن نبود، به اصطلاح کلمات بر زبان آقای از این نحسه برنامه در اختیار شماست، همیانا میتونید با ما تماس بگیرید. کوتاه مفید مختصر خواهش میکنم، میگم شماره تلفن ماست استودیو 818-342-3031، یه بار دیگه 818-342-3031. بیریم رو خطوط تلفن. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید، میرم رو خط دیگری یا درود بر شما، بفرمایید. الو، بفرمایید. قربان، با درود به شما آقای میبودی گرامی و دوست نازنین مهمان برنامه‌تون آقای اعتمادی. آقای اعتمادی عزیز، در رابطه با توضیحاتی که فرمودین یه مقدارم خودتون مقصر هستین. فرمودین که در آشپزخونه اون به اصطلاح
روزنامه نگار از شما خواست که دوربینتون رو باز کنید و شما هم از ایشون خواستی که ایشون هم دوربینشون رو باز بکنن. اون خبرنگار بهانه آورده که دوربین خراب و به اصطلاح دوربین دوستشو داره استفاده میکنه و شما با این همه هوش و ذکاوتتون چطور گوله این حرفا رو خوردین؟ همونطور که آقای شایان کاویانی و آقای فولادوند رو ترور فیزیکی کردن و با همین صحبت ها به کشورهای ثالث کشوندن و ترور فیزیکی کردن، شما هم خواستم ترور شخصیت بکنن، ولی خوشبختانه شما با این پیشینی پاک و پاکیزهی که دارین، با این شخصیت خوبی که دارین، وطن پرست که هستین، من فکر نمی کنم مردم ایران بتونم گول این حرفا رو بخورم و این صحنه‌سازی ها رو. و نهایتا در رابطه با سوئد فرمودین که آرامش بوده و الان حتی پلیس سوئد در مناطق تروریست نشین و مهاجر نمیتونه حریص اینها بشه. دنیا الان آقای اعتمادی عزیز با اسرائیل کاملا داره همدردی میکنه که چندین و چند ساله که لب لونه زنبور در با نزدیک 300 میلیون عرب زندگی کرده و مجبور بوده که با این تروریست‌های عرب چطور مبارزه بکنه و با اون اخلاق مذهبی و سیاسی پاکیزه‌ای که داره همیشه سعی می‌کرده که در این مبارزات به جون شهروندان متخاصم صدمه‌ای وارد نشه. تشکر. وقتی که در اختیار من گذاشتی تشکر می‌کنم. شب و روزتون بخیر. آیت اعتمادی بفرمایید. من چیزی ندارم بگم، برای من خوشحالم که بلایی که سر بقیه دوستانمون اومده سر من نیومده. و واقعیت اینه که آقای میبودی، من شما میدونید من عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستم. ما هر سال کنگره میذاریم در اونجا، بر حرفامون هم مستقیم پخش میکنیم، میدونیم وزارت اطلاعات هم میبینه. واقعا ما از این که حرفمون رو هر جا بزنیم ابایی نداریم، اما این درسته، هموطن و دوست عزیزم که هر کسی بودن انتقاد که من داشتن، من اعتماد کردم، گناه من فقط اعتماد کردم بوده با یه جوون 33 ساله روزنامه نگار. حالا من دلم میخواد باهاش صحبت بکنم، تشویقش کنم، بگم کارت ادامه بده، ما احتیاج به شماها داریم و غیره و غیره. حالا میره حرفای منو ضبط میکنه، یه چنین چیزا رو از توش در میاره، دیگه من مسئول نیستم. ضمن اینکه من قبول دارم انتقادشون. تشکر. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما جناب میبودی. بفهم. و مهمون عزیزتون. آقای مهبودی من یه سوال داشتم ازتون. بفرم. با این روندی که داره پیش میره، من فکر میکنم حالا چه دسته، البته فکر دایی جان ناپلونی نیستش، نمیدونم چجوریه، ولی دارن آقای ترامپ رو قول میدن به سوی یه جنگ تا تمام مشکلاتشو با جنگ. خودتون میدونید وقتی تو مسئول داخلی آدم اینا گیر بکنن، یه سری مسئول خارجی پیش میاد تا دهن همه رو ببندن. من فکر میکنم آقای ترامپ رو دارن قول میدن به سوی یک جنگ گیری نظامی که تا دهن همه رو ببندن تا بتونه کارش رو کنه. نمیدونم نظر شما چیه و نظر مهمونتون. طلایی هستم از آلمان، موزمتون. آقای طلایی عزیز تشکر میکنم. آقای اعتمادی بفرمایید. والا منم فکر میکنم نگرانی اصلی ما باید راجع به ایران باشه، ولی اینکه ترامپ هول میدن، من نمیدونم چه کسی میتونه آقای ترامپ هول بده. برای امریکا داره قوانینی هستش که طبق اون قوانین رئیس جمهورش هم موظف وظیفه خودش انجام بده. شما همین تصمیمی که آقای ترامپ راجع به منع ورود به اصطلاح هفت کشور اسلامی رو، البته بعضی از شهرونداشو، وقتی تصمیم گرفت و اعلام کرد، دادگاه دیگری اومد در خودن امریکا به هر حال در برابر این تصمیم ایستاد، اعتراض کرد و بعد دیدیم آقای رئیس جمهور هم تعدیل کرد، تغییراتی درش داد و امروز به این شکل دیگه اونو مطرح کرده. بنابراین مسئله هول دادن نیست، مسئله مهمتر اینه که اگر ما هموطنان ایرانیمون نگران کشور خودمون هستیم، باید راجع به وضعیت کشور خودمون تصمیم بگیریم و دخالت بکنیم. حکومتی در اونجا وجود داره که این حکومت 38 سال دنیا رو داره تحریک میکنه که بیاید با من بجنگید. بنابراین اگر قرار بشه در این رابطه مانعی رو ما ایجاد بکنیم، ما مردم ایران هستیم که باید این کارو بکنیم و تکلیفمون رو با این حکومت روشن بکنیم که به دست آقای ترامپ هم احیانا بر اساس تحلیل دوست عزیزمون بهانه‌ای ندیم برای حمله به ایران. تشکر. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما جناب میگوده. با برنامه همیشه واقعا جالبی که داریم. بگم که این یه چیز تازه نیست جناب میگوده. هر وقت توی این 30 سال هر تشکیلاتی، هر تلویزیونی، هر شخصیتی
یک ذره موفق شد و موفق شد به هر ترتیبی میان و اونو تخریب به آبرو میکنن، از هم میپاشونن و این عجیبه و این من فکر کنم تنها راه حلیه که جمهوری اسلامی پیدا میکنه برای اینکه آدم ها رو از هم دیگه دور کنه. متاسفانه ما هم اکثر ایرانی ها رو عرض میکنم فریب این بازی رو میخوریم. تشکر از وقتی. ممنونم، سپاسگزارم. ولی خب همین کاری که امروز انجام شده به نظر کار هوشمندانه است که آدم فاش افشاگری کنه یا اصل قضیه رو بیاد با مردم در میان بگذاره. و برخی هم روی این شبکه‌های اجتماعی گول چنین مسائلی نخواه. الان مشکل ما متاسفانه دنیای مجازی است. مثلا فکر کنید در مورد همین جایزه اسکار یه عده بودن تحسین کرد، بسیار رو یه عده بودن اسطوره سازی کرد، اونم یه عده بودن تبریک گفتن، یه عده بودن انتقاد کردن، یه عده بودن دشنام دادن. من این آخری رو نمیفهمم. چرا این آخری رو نمیفهمم؟ چه نیاز داریم ما دشنام بدیم؟ البته من باز به این صرافت افتادم که احتمالاً یه موتوری برای این کارها همیشه در ایران روشنه، برای تخریب چهره ایرانی ها تو دنیای مجازی. یعنی ترویج ادبیات دشنام، فوش و فضیحت و کارهای از این قبیل. شما همین نظر داری آقای اعتمادی؟ کاملا اینطوری است. من بهتون تبریک میگم که شما تو این شبکه های مثلا ارتباطی مثل فیسبوک و اینا نیستید جناب میبودی. واقعا گاهی وقتا حیرت میمونه آدم که چگونه اینها این استعداد رو دارن که در این زمینه بتونن از این وسایل علیه به اصطلاح امنیت، علیه به اصطلاح ذهنیت پاک مردم نسبت به مسائل سیاسی عمل بکنن، استفاده بکنن و تخریب بکنن. اما خوشبختانه جناب میبودی بذارید اینو بهتون بگم، در تمام شبکه‌هایی که این ویدیو رو اینا گذاشتن هزاران کامنت مشابه هم با مضمون نزدیک به هم که همه اینا رو مسخره کردن، آقا برید دنبال کارتون، ما فهمیدیم اینو شما ساختید، یا اینکه گفتن که اگر پنتاگون مناطق رو ساخته بریم ازشون خواهش کنیم چند تا مناطق دیگه هم بسازه پنتاگون، یا اینکه گفتن که خوبه که صدای سیمای جمهوری اسلامی رو بدیم دست پنتاگون، پنتاگون اونم ازش مناطق درست بکنه ما بتونیم از دیدنش لذت ببریم. بنابراین هوشیاری مردم فوق‌العاده است تو این زمینه‌ها. یعنی اگر یک جمع‌بندی بخوایم بکنیم نتیجه این ویدیو چی شد، یعنی آیا آبروی ما رو بردن یا اینکه آبروی خودشون رو، واقعا در یک کلام برید ببینید آبرویی که اینا ندارن، این بی آبروگریشون به مراتب بیشتر شدت پیدا کرده. تشکر می‌کنم، ممنون. برای هر کی داره دستش درد نکن به نظر من. چون واقعا بچه‌ها واقعا کار درخشانی هم کردن تو این مدت، هم کارهایی کردن در توضیح تاریخ، مثلا در زوایای تاریخ از تاریخ گذشته ما، تاریخ معاصر و فیلم های مستندی که ساختن، این برنامه جالبی که دادن برای جوان ها که اینقدر مورد توجه قرار گرفته. هر کی داده دستش درد نکن. به نظر من یکی از دلایلی که سازمان های امنیتی و اطلاعاتی رژیم موفق میشن از این مانورا بدن و از این کارا بکنن، یک دلیلش این هستش که ما هنوز صاحب اون تشکیلات منسجم قدرتمند آلترناتیو در برابر این حکومت نیستیم. اگر ما مخالفین جمهوری اسلامی ایران دارای یک چنین تشکیلاتی بودیم و این تشکیلات میتونست بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف داشته باشه و با برنامه‌ریزی‌های معین کار خودش رو پیش ببره، با مردم هموطنمون در داخل ایران و در خارج از کشور ارتباطات نزدیکتری رو ایجاد بکنه و شرایط رو آماده بکنه برای به اصطلاح کنار زدن این حکومت، قطعا همه چیز حل میشد خود به خود. بنابراین من با ایشون هم نظر هستم، اما با این تفاوت که لااقل من عضو حزبی هستم که هیچ وقت نگفتم، هیچ وقت نگفتیم بیایید با ما، بلکه همواره گفتیم که بیایید با هم کاری بکنیم. و به همین خاطر هم است در طی 4 سال گذشته 4 کنگره در کشورهای اروپایی برگزار کردیم و از همه احزاب و سازمانهای سیاسی و شخصیتهای سیاسی کشورمون دعوت کردیم که بیاییم اونجا بشینیم با هم صحبت بکنیم که ببینیم برای ایران چه تصمیمی باید بگیریم. درسته که هنوز به نتیجه نهایی و قطعی نرسیده، اما قدم‌های مثبتی بوده و نتایج خوبی داشته، امیدوار کننده بوده و من فکر میکنم ما نباید ناامید بشیم و از طریق راه‌های اصولی و با شعارهای منطقی و با فرم دعوت‌های به اصطلاح منطقی‌تر
این شرایط رو فراهم بیاریم برای متحد شدنم. کاملا درسته. همینا به هر حال تو تاریخ انگیزه میخواد دیگه. تاریخ آهنربای خودش رو داره. این سنجاق‌های پراکنده رو ناگهان در یه جا جذب میکنه. در ایران هم همین بود. همیشه همین بود. گاهی وقتا ایرانی‌ها تصور میکنن توی تعطیلی تاریخی هستن. توی تعطیلی. میرن توی کما، میرن توی الان همینطور که ملاحظه میفرمایید دوباره جنب و جوش شروع شده و ایرانی‌ها توجه خاصی به مسائل میهن خودشون، سرنوشت مملکت خودشون دارن. نگاه بکنید به کنترها، برنامه‌های سیاسی که کاملا وضعیت فرق کرده نسبت به مثلا یه سال پیش. کاملا اوضاع عوض شده. ایرانی‌ها دوباره توجه دارن به اون چی داره در دنیا میگذره و با دقت دارن رصد میکنن اون چی که داره بر سر میهنشون میاد. امروز آقای محسن رضایی اعلام کرد که هیچ بانک بزرگی در دنیا حاضر نیست بعد از برجام با ما تعامل بکنه. آقای الیاس نادران که یکی از چهره‌های کلیدی انقلاب اسلامی بوده نوشته بیکاری در دوره روحانی به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده. و تصویرهایی که آقای جعفر پناهی هم این پریشب فرستاد پیروز از خیابان‌های تهران در شبقینگام و این انبوه بی خانمان‌ها، برخی درجه دکترا دارن، برخی فوق لیسانس دارن، آدم‌های بی خانمان، بی پناه یا معتاد. و بعد گفته کی گفته ما زن کارتون خواب نداریم؟ وقت زن‌ها رو نشون میده و آدم افسوس می‌خوره. این مملکت ماست یا اون مملکتیست که انقلاب اون رو تحویل گرفت؟ آقای اعتمادی تشکر از حضور شما. ممنون. اگر اشکالی نداشته باشه، خیلی دلم میخواد اگر محضوری وجود نداشته باشه در مورد حزبی که شما رهبریش رو به عهده دارید بیشتر بدونیم. موافقید هفته آینده در این باره صحبت بکنیم یا اینکه نه محضور دارید در توضیح؟ ابدا اینطور نیست. من خوشحال میشم که در خدمتتون باشم و در رابطه با فعالیت حزبی مطالبی رو با بینندگان برنامه شما در میان بگذارم. بسیار عالی. بعد احمدان ارجمند تو مش هفته آینده امیدوارم دکتر نوریالیان با اس، دکتر نوریالیان با ماست شنبه. باشه بند. شما میتونید بیاید روی خط پرسجو بکنیم. و الان با تنها از طریق یک کم فکریه و مشارکت جمعی است که میشه کاری انجام داد. یعنی به نظر من ایرانی ها باید برسن به اینکه در یه نقطه ای که افکار و اندیشه هاشون رو ببیشه تدابیرشون و چاره اندیشی هاشون رو یک کاسه کنن. هیچ راهی نیست، راه دومی وجود نداره. ادرا اگر عاشقی در پی دلدار باش.